نبرد سنت و نوآوری که اصل توسعه درونی فرهنگ جوامع تاریخی است، فقط از گذر پیروزی دائم نوآوری میتواند دنبال شود. با این حال نوآوری در فرهنگ را تنها جنبش تاریخی تام و تمامی میتواند حمل کند که با کسب آگاهی از تمامیت خویش به سوی فراگذاشتن از پیش‌فرض‌های خود و حذف هر گونه جدایی می‌رود. این بخشی از کتاب جامعه نمایش یا The Society of the Spectacle گی دبور. من این چیزو ببینم. آره گی دبور. این در حقیقت گی دبور که یه گروهی وجود داشته دهه 50 به وجود میاد به اسم Situationist International یا موقعیتگراهای بین المللی. خیلی آدمای رادیکال و معروفی بودن، به سر یعنی هد گروه هم گی دبور بوده. یه ایمیجی رو تولید میکنه بر اساس ایدیاهای خودش. این ایمیج اسمش نیکد سیتیه، یه ایدیایی که بعداً بیشتر راجبش حرف میزنیم و میذاره وسط به اسم سایکوجیوگرافیک. ولی توی نیکد سیتی این بخشی از نقشه پاریسه که توش محله ها رو جدا کرده و راه های ارتباطی رو حذف کرده. بعد میاد میگه که خب باشه توی این محله ها، این محله ها چجوری با هم دیگه ارتباط دارن یا در حقیقت معاشرت فرهنگیشون با هم دیگه چجوریه. اینا رو با خطای قرمز نشون میده، یعنی راه حذف میشه برای اول. برو. بعد این گروه باز دوباره یکی از دراینگایی که اون دوره تولید میشه و یه پوستری بوده، اون نقشه که شبیه نقشه مترو بالا میبینید نقشه کره زمینه، یعنی تهران معلومه توش، بغداد، داکار، میامی، همه اینا رو میتونید ببینید. و یه ایدئایی رو خیلی زیاد توش کار میکنن، یعنی مبحث رو مطرح میکنن به اسم فاکت فورمیشن یا چی؟ گوره بابای ساختارها. بعد برو اسلاید بعدی. آره و همه اینا باعث میشه که یه موضوع کلی‌تری رو باز مطرح کنن به اسم World of Matter، دنیایی که در حقیقت از طراحی شهری تا پروداکت دیزاین، دنیایی که همه اینا رو شامل میشه و شروع میکنن اینو به عنوان ایده‌های اصلی خودشون در حقیقت مطرح کردن. بعد این گروه به شدت گروه آرکیزومه، یکی از اعضایی که دوست گی دبور بوده و در همون دهه بسیار هم تحت تاثیر تفکرات اون آدم بوده. در ایتالیا گروهی رو تشکیل میده به اسم آرکیزوم اسوشیت. آرکیزوم کاری که میکرده، ایده کلی آرکیزوم و گروه هایی که توی اون دوره بودن خب بر اساس جنبش های رادیکالی بوده که از دهه 50 ایده هاشون شروع میشه و دهه 60 به اوج خودش میرسه. آرکیزوم هم ایده کلیش بر اون اساس شکل گرفته بوده و یک نوع مبارزه اجتماعی داشتن میکردن با اتفاقات شهری و با مدرنیسمی که دهه 50 و 60 اوج خودش بوده. و اینا اولین بستری که انسان درش قرار میگیره به عنوان یک موجود زنده درش قرار میگیره رو لباس خودشون میدونستن، یعنی طراحی رو از لباس شروع میکنن و تا طراحی شهری. ولی چون که قدرتی نداشتن توی باقی در حقیقت کاراشون از دراینگ استفاده میکردن، یعنی تصویرسازی میکردن، تصویرسازی هایی که ایدیاهای به شدت رادیکال طراحی شهری اون موقع رو مثل این پروژه که اسمش نو استاپ سیتیه در حقیقت دربر میگرفت. بعد از آرکیزوم یه گروهی متشکل از دو تن از هم اعضای همین گروه به وجود میاد به اسم سوپرستودیو و اونا بیشتر فوکس میکنن روی همون دراینگا کار میکنن. تغییر پیدا میکنه The Monumental Non-Stop Monument چی؟ یادم رفت اسمش. آره Non-Stop Monument. آره Continuous Monument رو میدن و بیشتر ولی نمایشگاه هایی که برگزار میکنن توش پروداکت دیزاین میکنن. پروداکت دیزاین هایی که باز هم در تلاش نقد مصرفگرایی اون موقع سیخ سری تصویر از نمایشگاهشون یکم نمیشد گذاشت عکساشو، نمیدونستم اینجا چه خبره راستش. و اینکه بیشتر در نقد اتفاقات سیاسی اجتماعی اون دوران پروداکت دیزاینشون صورت میگیره. و باز هم این اتفاق فقط توی اروپا نبوده، توی امریکا هم داشته دنبال می شده و تمام نمایشگاه ها و پرفورمنس هایی که انجام می شده، توش این پرفورمنس آلن کاپروه که توی نیویورک انجام داده سال 67 که خیلی بحث زیادی روشه، ولی خب نقد اصلیش نقد مصرفگرایی و لاب 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 بردی. ولی مسئله که خیلی اینجا باز مهمه اینه که بحثی که گی دبور مطرح میکنه، میگه که ارزش بیشتری رو برای طراحی در فضای تجربی و طراحی فضای تجربی در مقایسه با طراحی‌های طبقه بندی شده پوینت تو پوینت رفته که میدونیم چه اتفاقی میفته توش میدونه. و این ایده‌های سایکوجیوگرافی اونجا خیلی بیشتر مطرح میشه، همون نکد سیتی که اولش نشون دادیم، و در حقیقت به مطالعه دقیق تغییر رفتار آدم‌ها توی محیط‌های متفاوت و تاثیر موقع در حقیقت تاثیر اتفاقات محیط طبیعی بر روی رفتار آدم‌ها میکنه. و یه مسئله دیگه هم که مطرح میکنه یه چیزی به اسم توی باکس مطرح میکنه که میگه همه این پر از در حقیقت میتونیم ما از یه توی باکسی یا از یک من اسمشو الان میگم تول باکس میتونیم استفاده کنیم برای اینکه کلی اتفاق هیجان انگیز به وجود بیاریم و کاوش کنیم. حالا چرا تول باکس رو باز بعداً میگم. و باز مهمترین ایده‌ای که در حقیقت دبور مطرح میکنه تئوری به اسم دریو یا دریفت که جمله این جمله‌ای که معروف‌ترین کوتیشن‌های مربوط به این قصه است، میگه که تمام فضاها با در حقیقت توسط دشمن اشغال شده و ما داریم تحت یک چی اسمش حکومت نظامی دائم زندگی میکنیم، ولی این حکومت نظامی توسط پلیس ها نیست، توسط هندسه است. این خیلی به شدت در نقد اتفاقات و نقد قدرت بر روی شهر در حقیقت نقد بر روی شهر و شهرسازی خب ایده اون مطرح میشه، ولی خب ما استفاده خودمون ازش میکنیم و بیشتر روی این ایده‌های طراحی کردن راهی برای طراحی کردن فوکوس میکنه. همزمان با این دوست صمیمی دبور ژیل دلوز بوده، اینجا پر از این آدمای فرانسوی این شکلیه. دبور توی همین کتاب جامعه نمایش در حقیقت ارتباطات هوریزونتال و در حقیقت ریزوم رو مطرح میکنه. ریزوم و دلوز خیلی بیشتر پی در حقیقت دیولوپش میکنه، توی طراحی مطرحش میکنه. ریزوم به این ارتباطات هوریزونتال مثل این نورونای عصبی که همه شاخه ها با همدیگه مربوطن و در حقیقت آغاز در تعریف یه فضای اینتردیسیپلینری، حالا اگه بخوایم ما اینجا بگیم، میکنه. و یه ایده‌ای رو مطرح میکنه به اسم Design in the Platform of Social Collaboration، یعنی طراحی در بستر همکاری جمعی. حالا اینو گفتم که بگم ما یک قصه‌ای تعریف کنم که بگم ما هم همه این سوالا رو سعی کردیم بخونیمشون، نگاهشون کنیم و برای خودمون هم مطرح کنیم و سوال کردیم که خب چجوری میتونیم ما طراحی کنیم بدون اینکه ما طراح باشیم، یعنی بدون اینکه ما بگیم که خب قراره این اتفاقو بیفته، به طور دقیق این خط کشیده بشه و این چیز ساخته بشه. خب برای این کار دنبال یه سیستمی میگشتیم که این سیستم کار کنه، یعنی با حضور ما و بدون حضور ما این سیستم بتونه درست عمل کنه و آدما وقتی در سیستم قرار میگیرن با یک آوتپوت مشخص، ولی ما نمیدونیم اون آوتپوت چه شکلیه، از توش بیان بیرون. جواب کار ما خب ریاضیات بود، یعنی ما داریم از یک فضای آزاد و باز صحبت میکنیم، بعد میگیم آقا برای این کار باید یک قانونی بذاریم که این قانون بتونه بدون حضور مستقیم و اعمال نظر ما کار خودش رو به درستی انجام بده، ولی نقش ما رو از طراح به دیسیژن میکر، یعنی به کسایی که تصمیم میگیرن و یک نقطه استوب میذارن روی قضیه تغییر بده. باز برای این کار خب ریاضیات خیلی بستر گسترده‌ای داره و خیلی کارهای خیلی چیزا میشه ازش استخراج کرد. ولی برای این کار ما رفتیم سراغ یک قانونی برای همون دهه 70 مینیمال سرفیس ها در ریاضیات ابداع شد. مینیمال سرفیس اصولاً به صفحات مینیموم، به صفحاتی که در فضای مینیموم با مین کروچر یا میانگین انحنای صفر تشکیل میشن میگن مینیمال سرفیس. اولین چیزایی که به عنوان مینیمال سرفیس میبینیم و باهاشون همینطوری سر و کار داریم حبابه که شما میتونید بین توی یک فضاهای کوچیکی خیلی راحت اونا رو تشکیل بدید با آب و صابون و اینا. ولی مینیمال سرفیس‌ها خب گونه‌های متفاوتی دارن، قوانین متفاوتی هم دارن. ما 5-6 تا از مینیمال سرفیس‌های خیلی معروف مثل اینپر، گیروید، ما اینا رو گذاشتیم به عنوان اینکه خب فرمول مشخص وجود داره و میدونیم که این فرمول مشخص در فضای محدود منجر به تولید فرم میشه و هرچی ما دامنه رو تغییر بدیم و میزان اعداد و اینپوتمون رو عوض کنیم میتونیم جیومتری های متفاوتی رو بگیریم. پس برای شروع از جیروید استفاده کردیم، یعنی از فرمول و قانون جیروید استفاده کردیم. خیلی راجع به این که چجوری کد نوشتیم یا با چه از تو چه پلتفرم این کد رو نوشتیم فکر میکنم حالا تو سوال جواب اگه لازم بود مطرحش میکنیم، ولی خیلی هم فکر نمیکنم گفتنش. خیلی فرمای متفاوتی به همون میده این اتفاق، یعنی با عوض کردن یه دامین میتونیم بی نهایت فرم بگیریم و با تغییر این بازه میزان جنریشن فرمامون رو در حقیقت بیشتر میکنیم. ما این فرمو که از همون فرمای عجیب غریبی که اول قبلتر از این دیدیم گرفتیم یکم توییکش کردیم. در چه حدی؟ در این حد که گفتیم خب ما میخوایم یک، یعنی تصمیم بر روی اینجا بر روی این فیکس شد. چجوری توییک شد؟ گفتیم باشه ما میخوایم که این روی زمین بشینه، پس باید سکشن زمین براش در نظر گرفته بشه. گفتیم میخوایم از بغلها هم محدود باشه، پس سکشن، یعنی با توسط 3 تا پلین یا 4 تا پلین این سکشن خورد و ما تونستیم یه حجم پیچیده تولید کنیم. حجم پیچیده‌مون رو باید باهاش چیکار میکردیم؟ خب باید میساختیمش. برای اینکه بتونیم حجممون رو بسازیم از ساده ترین کاری که میتونستیم بکنیم استفاده کردیم، یعنی اینو شروع کردیم به تقسیم بندی کردن و تقسیمات به قطعات کوچیکتر تبدیل کردن که بتونیم هر کدوم این قطعات رو جدا جدا بسازیم. 78 تا قطعه تولید کردیم، قطعه که از لحاظ اسکیل یکیش 2 متر و خورده‌ای طولش بود. اما این 78 تا قطعه یه سری یک مشکل اساسی داره و اونم اینه که دابل کرون. یعنی چی؟ یعنی یک مقطع ندارن، یعنی مثلا یه نیم دایره نیستن که بتونیم راحت بگیم که خب این مقطعش مشخصه در همه بازه ها یکی در میاد. مقاطع مختلف دارن و صفحه 2 تا انحنا داره به جای یه دونه. حالا اینکه چه روش‌هایی اختراع کردیم یا تلاش کردیم که اختراع کنیم که بتونیم این مسئله رو حل کنیم و الان رامتین بیشتر توضیح. خب آره، از اینجا بعد یعنی در واقع اگه که بخوایم بیشتر راجع به پروسه ساخت ماجرا و در واقع اتفاقات و روندهایی که پیش رفت توی اون ورکشاپ، اون دوره‌ای که ما داشتیم توسط بچه‌ها توسط خودمون قبل از دوره و در واقع توی اون چارچوب بخوایم بحث کنیم، یعنی اونطوری من میخوام که راجع بهش صحبت بکنم. خب ما اولین بار که در واقع فکر کردیم راجع به ساخت و شکل دادن این فرم، اولین در واقع چیزی که برای اون مطرح بود این بود که اون متریال و اون مواد و مصالحی که قراره برای ما این فرم رو بسازه و باهاش کار بکنیم چه خصوصیاتی احتیاج داره، چه مشخصاتی رو که ما میخوایم داشته باشه و چه پراپرتیزی رو انتظار داریم از این متریال که به ما بده. خب این مشخصات خب به دلیل، یعنی از ریشه‌های مختلف میاد که به دلیل هندسه و به دلیل مسائل خود جیومتری احتیاج داشتیم که خب مشخصات در واقع طبیعتاً بتونه متریال انعطاف‌پذیری باشه، بشه که به میزانی که احتیاج داریم قابل دست باشه، بشه که روش آزمون و خطا کرد و مهمتر از همه این ماجرا توی ورکشاپ چند روزه اتفاق افتاد و می‌خواستیم که متریالی که باش کار می‌کنیم توی اون چند روزی که ما در نظر گرفتیم برای پروژه و ساخت و اجراش به ما جواب بده و بشه که روش آزمون خطا بکنیم. خب این شد که در واقع فکر کردیم که با رزین کار بکنیم. رزینی که ازش صحبت میکنیم یه ماده شیمیاییه که احتمالاً بدونین، یا اسم کاملش رزین پلی استر اشباع نشده یا آنساتوریتد پلی استر رزین. این یه مایعیه که خب حالت عادی یه مایع غلیظه و وقتی که مواد مکملش، عناصر مکملش که شامل اکتیویتورها و هاردنراشن، بهش وقتی که اضافه میشن با توجه به تناسباتشون، با توجه به روش اختلالاتشون، با توجه به شرایط محیط، در واقع شروع میکنه که به واکنش دادن و توی حالا با مشخصات خاصی راجع به اون واکنش، در واقع مثل اینکه چه گرمایی تولید میکنه، چه تایمی طول میکشه و اینها، که اینا همه وابسته به این فاکتورهای در واقع مواد مکملش هستن، شروع میکنه که واکنش اتفاق میفته و این ماده توی موقعیتی که داره شروع میکنه به سخت شدن و در واقع به اون فرمی که داره در واقع در میاد. خب طبیعتاً اولین سری از اکسپریمنت ها و آزمایش های ما روی این ماده، وقتی که خواستیم بیشتر بشناسیمش، بیشتر کنترلش بکنیم، روی همین دوتا ماده مکمل و در واقع عناصر مکملش بود. با تولید کردن یک سری از آزمایش ها و در واقع بازی کردن و توییک کردن با مقدارها و تناسبات اینها، شرایط اختلالاتشون، شرایط به وجود آوردن این پروتوتایپ ها و کامپوند های مختلف، در نهایت در واقع تونستیم که به یه ترکیبی برسیم که بتونه که جواب کار ما رو بده، بتونیم که در واقع کنترلش بکنیم، فاکتورها و در واقع پارامترهای مؤثر روش رو بشناسیم و در واقع یک طوری الفبای بیسیک متریالی که در دستمونه و قراره که باش کار بکنیم رو در اینطوری با این سری از اکسپریمنت ها به دست آوردیم. خب ولی وقتی که خواستیم که در واقع حرکت بکنیم به سمت اینکه اون فرم‌های با انحنای پیچیده‌ای که الان مهران صحبت کرد رو بتونیم تولید بکنیم، درسته که خود فرم و هندسه فاینال ماجرا توی خود ورکشاپ توسط بچه‌ها مثلا دیولپ شد و اونجا در واقع فاینال شد، ولی خب با توجه به همین منطق ریاضی و اصولی که مولدش هستن و ما میشناختیمشون، تلاش کردیم که حرکت بکنیم به این سمت که چطور میتونیم اون فرم‌ها رو بسازیم و فکر کردیم که این رزین به عنوان متریالی که میتونه که توی اون حالت فلویدیتی و اون حالت در واقع سیالی که داره سخت بشه با کورپوریت کردن یه المان دیگه‌ای به متریال سیستمی که می‌خواستیم تعریف بکنیم، مثل حالا پارچه‌ها و فبریک‌های انعطاف‌پذیر، اون هندسه رو ازشون بگیریم و با کمک رزین بتونیم فیکسشون بکنیم تا اون پنل‌ها رو به ما بده. خب تا اینجای قصه همه این اکسپریمنت‌ها، همه این آزمایش‌ها توسط من و مهران مرتضی قبل از ورکشاپ انجام شد، فقط برای اینکه در واقع یه الفبایی از ماجرا به دست بیاریم و اینها. ولی همون مثل پروسه دیزاین، مثل پروسه در واقع توییک کردن و رفتن با اون کدی که فرم ما رو جنریت کرد، اکسپریمنت کردن و در واقع به دست آوردن متد ساختمون، متد تولید پنل هامون و هر چیز دیگه هم در اسکیل واقعی، اونم توسط بچه‌ها توی خود ورکشاپی که ما داشتیم اتفاق افتاد. خب مثلا هر مسئله دیگه وقتی که یه چیزی اسکیل و مقیاسش عوض میشه، خب هر چالنجایی که راجعش مطرح هستم تغییر میکنه و این چالنجا در واقع توی همون دوره توسط بچه‌ها اکسپریمنت میشد، در واقع بهش فکر میشد، تلاش میشد که حل بشه و راه حل‌هایی براش پیدا بشه که خب چیزایی بود که مثلا ما شاید تو اسکیل کوچیک در نداشتیم، اینکه چطور بتونیم مثلا استخراجشون بکنیم، چطور مثلا بحث استحکامشون، بحث ضخامت و ماجراهای از این دست که ما می‌خواستیم پنل‌های ریل سایزمون رو به ما بده. یه چیزی من به حرف رامتین اضافه کنم، اونم که واقعیت قصه اینه که همش توسط بچه هم انجام نشد، یه سریش تو خیابون ناصر خسرو حل شد. یعنی اینکه اونایی که من اینو فقط دارم میگم به خاطر اینکه اگه حالا میخواین در حقیقت دست به ساخت بشید، خیلی از اتفاقا اونجا کسایی که مواد شیمیایی میفروشن خیلی دانشمندتر از همه آدمایی هستن که ما به عنوان دانشمندا بهشون رجوع می‌کردیم، یعنی آیدلجو آره خیلی جواب سوالا رو میدونن، ولی خب نمیدونن که میشه باهاش چیکار کرد. فقط باید شما سوال مشخصی داشته باشین. ما سوالمون کاملا مشخص بود. یه پنل دومتری داشتیم، وقتی که در رزین آغشتش می‌کردیم تا میشد. بعد ما می‌خواستیم تازه یه پاویونی باش بسازیم که دست کم 600 کیلو 500 خورده کیلوگرم وزنشه. پس نمیشد بهش اعتماد کرد. ولی خب میگم راهکارا رو اونا خیلی بهتر میدونستن نسبت به ما. ببخشید. خب اتفاقی که توی ورکشاپ میافتاد این بود که قبل از اینکه فرم فاینال بشه، قبل از اینکه دقیق بدونیم چه چیزی رو قراره ایجاد بکنیم، چه طور فضایی رو می‌خوایم بسازیم، همونطور که اکسپریمنت‌های روی فرم، روی کد و روی جیومتری پیش میرفت، به صورت موازی دقیقاً توی اتاق بغلی آزمایشات و اکسپریمنت‌های روی تولید پنل‌ها داشت پیش میرفت. و اتفاقی که میافتاد این بود که موقع تست این قالب‌ها و تست ساختن این صفحات مثلا یه کوالیتی‌های یه اتفاقایی در واقع توسط بچه‌ها مشاهده می‌شد توی اینا که حالا ممکن بود که تاثیر بذاره روی دیزاینشون. بعد می‌رفتن فرمو تویک می‌کردن که این بتونن کوالیتی رو توش کورپوریت بکنن و برعکس. و این اتفاق در واقع تاثیرگذاری فرم روی متدولوژی ساخت و در واقع اد کردن کوالیتی‌هایی که متد ساخت می‌تونه داشته باشه روی فرم اصلی، چیزی بود که به صورت موازی بچه‌ها تجربهش می‌کردن و خب از نظر من جالب بود. و باز من یه چیزی اضافه کنم، این که توی ورکشاپ، چون این پروژه در قالب یک کارگاه 24 روزه بود، توی ورکشاپ بچه‌ها بعد از اینکه یه در حقیقت آموزش کلی دیدن و همه اونا مشترک بود، به سه گروه متفاوت تقسیم شدن. یک گروه روی متریال فوکوس کردن، حامدینا، یک گروه روی ساخت جیومتری یه سریشون اینجا الان خوشحالم همشون، یه گروه روی جیومتری فوکس کرده بودن و روی دیزاین جیومتری، و یه گروه داشتن پنلا رو تولید می‌کردن. این وسط یه گروه در حقیقت زیر مجموعه هم تشکیل شد که قرار بود روی اتصالات این پنلا به هم دیگه کار کنن. یعنی این رفت و برگشتی که رامتین الان گفت بین بچه‌های ورکشاپ داشت صورت می‌گرفت و تقریبا ماها ناظر بودیم. خب بعد از اینکه در واقع اون متدی که ما انتظار داشتیم به نتیجه رسید و ما تونستیم که یک روند و یک پروسه و در واقع یک پروداکشن لاین، یک خط تولیدی تعریف بکنیم برای اینها، شروع کردیم در واقع تعریف کردن الگوریتمی که از روی هندسه پنل ها، از روی بردرشون که ما داشتیم، بتونه که قالبایی که قرار به ما فرم رو بده رو از روی اونها جنریت کردیم که یه سری قالبای خیلی ساده بودن که میشد که تودی ساخته بشن. این قالب‌ها اکسپورت شد و در واقع توسط CNC ما به دستشون آوردیم و شروع شد از اینجا دیگه اون سه تا گروهی که داشتن اکسپریمنت متفاوت می‌کردن همه شدیم به قول مهران شروع کردن به چاینیز ورک و کار کردن و شروع پروسه ساخت و تولید این ماجرا. خب مرحله اول همونطور که گفتم ساختن این قالب‌ها، ساختن فرم ورک‌های به دست آوردن اون سرفیس‌های دابل کرواچر پیچیده بود که ما به متدی رسیده بودیم که میتونه جوابمون رو بده. بعد که قالب ها آماده میشد به اون ترتیبی که در نظر گرفته بودیم که بتونیم که تولید بکنیم میرفت توی اون فضایی که ما داشتیم برای رزین زدنش. فایبرگلاسی که در واقع فرمولش رو تولید کرده بودیم شکل میگرفت روی قالب ها. و اتفاقی که افتاد این بود که تونستیم با تعریف کردن این رونده، این خط تولید خودمون، این تعدادی که 78 تایی که داشتیم از این پنل های واقعا پیچیده دابل کرو بودن و از اینها رو تونستیم توی مدت زمان خوبی تقریبا تولید بکنیم. بعد خب حالا این هم یه ویدئویی از پروسه اسمبلی که ما با اون ترتیبی که تعریف کرده بودیم از پنلی که احتیاج داشتیم شروع شده بود، قالباش ساخته شده بود و به ترتیب تقریبا به موقعی که احتیاج بود می اومد و سر هم میشد. این ماجرای تست کردن و آزمون خطا کردن هیچ وقت متوقف نشد. یعنی من یادم چند تا گروه بودن که بحثشون این بود که آیا لازم این ماجرای فود پرینتی که زیرشه یا نه، نهایتا قراره که اینا وقتی من متصل بشن لازم نیست. بعد میگم سر تمام جزئیات ماجرات به هر حال اکسپریمنت وجود داشته و راه حل واقعا با همون آزمون خطا توی همون تایم به دست اومد. یه مسئله دیگه که تو کل این پروسه برای ما وجود داشت این بود که یعنی به نظر خود من مشکل شد اواخرش برای ما این بود که داشت دیتای جدید تولید میشد. یعنی ما فرمول مشخصی رو تولید کرده بودیم که خب باشه با این فرمول میتونین رزین بزنین. بعد دو تا از بچه‌ای که در حقیقت مسئولیت رزین رو به عهده داشتن رو هم دیگه 80 کیلو میشدن. بعد یه قطعه مثلا 3 متری رو میرفتن واقعا یک ساعت و نیم میآوردن برامون خوش شده پایین. بعد ما نمیدونستیم که الان با چه فرمولی اینو استفاده کردی. بعد میگفتن خب اسیدش رو زیاد کردیم، میگفتیم چقدر زیاد کردیم، میگفتن خب زیاد کردیم سفت شد سریع. یعنی یکم به عنوان مشکل میگم بعدا این دیتا ها رو گرفتیم همه رو. ولی مسئله که برای توی این حالا نمیدونم شاید اصلا اسمش مشکل نیست، ولی مسئله اینه که گاهی دیتا از دستت در میره. یعنی دیگه نمیتونی کنترلش کنی و نمیدونی داره چه اتفاقی میفته. فقط نتیجه رو هی داری میبینی. بعد همین که اینم آره سری تصاویره. آره قبل از اینکه تمومم بشه ما یه فیلم کوتاهی از کل این پروسه که الان صحبت کردیم 3 دقیقه وقت داریم. یه فیلم 3 دقیقه‌ای داریم از کل پروسه‌ای که صحبتش رو کردیم، ولی الان باید بگیم که یعنی جای 2 نفر دیگه هم اینجا باید باشه. زوبین خبازی و محمد مسیح یا احمدی کسایی بودن که ما رو کمک کردن تو کل این پروسه، هر کی یه بخش قضیه رو گرفته بود و داشت جلو میرفت. یه مسئله دیگه ای هم که دوست داشتم راجبش حرف بزنیم الان این بود که یکی دو تا از بچه‌هایی که توی ورکشاپ بودن که اینجا نیستن فکر کنم، اپلای کرده بودن برای دانشگاه میشیگان و خب این پروژه هم جزو پورتفولیوشون بود و فرستاده بودن. میشیگان یکی از قطباییه که توی مدارس معماری داره این شکلی آوانگارد کار میکنه و خب خیلی ابزارهای بیشتری از ما دارن، خیلی قدرتمندترن تو این زمینه. اولین سوالی که پرسیده بودن ازش اینه که شما واقعا CNC دارین تو کشورتون؟ یعنی توی اون مصاحبهش پرسیدن که خب ببین یه سری چیزایی هست که تحت اختیار ماست، ولی اون در حقیقت حرفایی هم که اولش راجع به کار جمعی و ورکشاپ این شکلی گروهی و اثر این شکلی ساختن کردیم فقط برای این بود که اینجور اتفاقا از نظر من یک نفره نمیشه بیفته، چه از لحاظ دیزاین چه از لحاظ در حقیقت نتیجه‌ای که میگیری. یعنی محصولت من برام، چون که کارمون معماریه، بچه‌ای که در حقیقت معماری میکنن میدونن که مهمترین چیز برای معمار اول اسکیل پروژه است. یعنی هر چی اسکیل پروژه بزرگتر میشه خوشحال‌تره از اینی که پروژه بزرگتری داره. و چون برامون اسکیل مهمه، بدون اینکه تقریبا این 30 نفر 40 نفر آدمی که با هم دیگه کار کردیم نمیشد که محصولی رو ساخت که در حقیقت این شکلی پروسه آموزشی رو طی کنه و این شکلی بخواد در این اسکیل که فکر کنم 4.5 در 4 و خورده متر بشه. فیلمم ببینیم بعد 3 دقیقه.